سلام دوستان، وقت بخیر. به چنل ذهن زیبا خوش اومدید. با یه ویدیو جذاب دیگه در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، قبل از همه چیز که من بخوام در مورد تصویرهایی که اول ویدیو دیدید توضیح بدم، ازتون تقاضا دارم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگورالم فعال کنید و لایک هم یادتون نره، چون لایک باعث دلگرمی ما میشه. بعد فقط کافیه شما دکمه لایک این پایین رو بزنید و ما رو خوشحال کنید. اما دوستان عزیز، پیرو مرحله های اول و دوم خودشناسی، این سری میخواییم مرحله سوم خودشناسی رو بذاریم. با نگاه کردن به 3 تصویری که از اول مشاهده کردید و اونها رو که برای اولین بار برای شما مجسم شد، ما تفسیر میکنیم. تفسیر تصویر اولی که شما دیدید، اگه شما درخت رو مشاهده کردید، درخت نماد انسانهای شهودی هستش، یعنی افراد شهود بالایی دارن نسبت به محیطی که در اون قرار دارن و این افرادی که درخت رو دیدن بیشتر شخصیتی آرام و دوست داشتنی دارن و دوست دارن در آرامش و سکوت کارشون رو به جلو ببرن و در سکوت و آرامش کارشون رو انجام بدن و به شدت از محیط‌های شلوغ و جاهایی که پر از سر و صداست بیزارن، یعنی دوری میکنن. این افراد بیشتر دوست دارن که وسط کار رو ول کنن و برن استراحت کنن. شخصیتی بسیار دوست داشتنی دارن. اما اگه در این تصویر برای شما ببر تجسم شد، اگه چطور بگم، دردسر برای شما دردسر ایجاد نمیکنه، پس لطفاً خودتون برای خودتون دردسر درست نکنید. چون افرادی بسیار قوی، مصمم و اکتیو هستید. افرادی که ببر رو مشاهده کردن دارای شخصیتی بسیار تفکرگرا و مصمم هستند. اینا موقعی که تصمیم و فکر روی کاری رو انجام میدن، سریع در پی انجام دادنش میرن، یعنی در این مسیری که هستن به خودشون تردید راه نمیدن. بیشتر آدم های قوی و منظمی هستن در کارشون که وجود داره. و اما تصویر شماره دوم. اما قبل از این که من بخوام یه توضیحی در مورد شماره دو بدم، یک نکته خیلی مهمی هست رو که من برای شما بیان کنم و اونم این هستش که شما میبینید در تصاویر، در تصویر اول مثلا درخت رو مشاهده کردید، در تصویر دوم هم درخت رو مشاهده کردید، اما در اولی شما شخصیتی بسیار آرام داشتید و در تصویر دوم برای شما اکتیو بودن یا شگفت انگیز بودن یا انرژی تداعی میشه. این نکته مهمه که شما بدونید هر عکس بر اساس رنگ و الگوریتمی که داره برای شما شخصیت شناسی یا کاوش میکنه. این نکته رو همیشه پس ذهنتون داشته باشید که هر تصویر تفسیر خودشو داره و کسی نمیتونه بگه دوتا تصویری که من بالا دیدم پایین دیدم درخته، باید حتما توضیحات این دوتا تصویر مثل هم باشه. اگه توضیحاتش مثل هم باشه دیگه شخصیتی برای تشخیص داده نمیشه. اما بریم سراغ شماره دوم. میدونم بی صبرانه منتظر بودید که توضیحش رو بشنوید. البته من در پایین صفحه نوشتاریش هم میذارم، چون بعضی موقع طرف حرفی یادش نمیمونه، بیشتر دوست داره خودش مطالعه کنه. اما اگه در تصویر شماره دو شما درخت رو مشاهده کردید، انرژی شما بسیار شگفت‌انگیزه، یعنی پایان ناپذیره. شما یه آدمی هستید که دوست دارید در مکانهای شلوغ باشید، دوست دارید کاوش کنید در محیط‌های جدید، در محیط‌هایی که وجود داره، همیشه دنبال تغییر کردنه و دوست ندارید یک روز با روز دیگه تون یکسان باشه. همیشه دنبال تفاوت‌ها هستید و دوست دارید تفاوت‌های دیگران رو احساس کنید و اونها رو درک کنید. ولی اگه شما در تصویر چهره رو مشاهده کردید، شما دوست دارید همه چیز مرتب، منظم، جای خودش باشه. از بی‌نظمی بسیار متنفر هستید.
و همیشه دوست دارید در تمام کارها برنامه ریزی وجود داشته باشه و شما یه آدمی هستید که دوست دارید هفته ها، سال ها، ماه ها رو بدونید، برنامه ریزی داشته باشید و این برای شما لذت بخشه. اما بریم سراغ تصویر شماره سوم. اگر شما در تصویری که مشاهده کردید زنی رو دیدید که داره ساز میزنه یا ساکسیفون میزنه، شما پروانه اجتماعی هستید، یعنی اینکه همیشه در مرکز تمام شلوغی ها و تمام مهمانی ها شما حضور دارید و این یه نکته بسیار مثبتی هستش، چون همه افراد دوست دارن که دوست شما باشن. ظرفیت و تفکر شما خیلی بالا هستش، یه آدم بسیار پر انرژی، بسیار اکتیو و کسی هستی که همیشه جنب و جوش داره و شما محیط‌های شلوغ رو به سکوت ترجیح میدید و این نشون از تفکر مثبتی داره که شما دارید. و همیشه کسی که این تصویر رو دیده، زنی که ساز میزنه رو دیده، یه آدمی هستش که نگرشش همیشه دنبال شادی، شور و رفیق بازی هستش. این افراد بالای 200-300 نفر فقط رفیق دارن و همیشه هم تو هر مهمانی که میری طرف حضور داره. اما اگه در تصویر شما چهره رو مشاهده کردید، این به این معناست که شما از محیط‌های شلوغ و پر سر و صدا بسیار بیزار هستید. همیشه دوست دارید محیط سکوت داشته باشه و از نظر عاطفی شما یه فرد تنها هستید و میشه گفت که شما به اندازه تعداد انگشتان دست دوست و رفیق یا آشنا دارید. همیشه هم از محیط‌هایی که جال و جنجال باشه، موسیقی باشه، فراری هستید و آدمی هستید آرامش رو به همه چیز ترجیح میدید. و این هم پایان تفسیر مرحله سوم تست خودشناسی بود. دوستان عزیز، بسیار من خوشحال میشم که تو کامنت ها برای ما توضیح بدید که چند درصد از تصاویری که مشاهده می کنید به شخصیتی که شما دارید نزدیک هستش و چند درصد با اون واقعیتی که هست تطابق داره. اگه برای ما تو کامنت ها بنویسید بسیار ممنون میشیم. دوستان عزیز، اگه تا جایی که براتون امکان داره یا راه داره این ویدیوها رو شیر کنید و لایک هم یادتون نره. این کار باعث دلگرمی ما میشه و ما میتونیم در ادامه راه قویتر، مصممتر رو به جلو قدم برداریم. دوستان عزیز، تا مرحله بعد تست خودشناسی، بدرود و در پناه حق خدا نگهدارتون.